سرخط خبرها، ادعای نتانیاهو در مورد مسئول بودن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی، تلاش آمریکا برای وارد کردن جنگنده ها به صحنه جنگ اوکراین، بایف شاگری پزشک پیشین کاخ سفید در مورد سلامت روانی بایدن. به این مسئله خبری از پیک خوش اومدید. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مدعی شد ایران حمله گزارش شده یه هفته گذشته به یک نفتکش را ترتیب داده و هر روز بیشتر از گذشته به دنبال انتقام گیری از اسرائیل است. نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه مدعی شد ایران مسئول حمله گزارش شده به یک نفتکش در هفته گذشته است. این حمله شنبه گذشته به یک کشتی که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد رخ داد. در آن کشتی به جزئی دید. پایگاه های اطلاعاتی کشتیرانی این نفتکش را به زود یک مارتیم که توسط مالک کشتیرانی صهیونیست ایال آفر کنترل می شود مرتبط می دانند. نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی در این خصوص مدعی شد هفته گذشته ایران بار دیگر به یک نفتکش در خلیج فارس حمله کرد و به آزادی کشتیرانی بین المللی آسیب رساند. این در حالی است که ایران همواره اتهامات مرتبط با ترتیب دادن حملاتی از این دست را در چند سال اخیر رد کرده است. این حمله در حالی انجام شده که اخیراً تنش‌ها بین تهران و تل آویو به شدت افزایش یافته است. 8 بهمن ماه وزارت دفاع ایران اعلام کرد که تأسیسات تولید پهپاد این وزارتخانه در اصفهان مورد یک حمله ناموفق قرار گرفته است. به گفته وزارت دفاع ایران، پدافند هوایی مستقر در اطراف این تأسیسات ریس پرنده‌های مهاجم را شناسایی و قبل از برخورد با هدف منهدم کردند. هفته پیش سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد که ایران انتقام اقدامات تخریبی اخیر را از اسرائیل گرفته است. سردار شریف در گفتگو با اسپوتنیک افزود به زودی خبرهایی در این مورد در رسانه ها منتشر خواهد شد. کشتی ایال آفر، میلیاردر اسرائیلی که ایران میگوید نقش مهمی در تقویت اقتصاد و صنایع نظامی اسرائیلی دارد، در مرداد ماه نیز در دریای عمان هدف حمله قرار گرفته بود. ایال آفر میلیاردر صهیونیست و مستقر در لندن است. در آن زمان منابع خبری اعلام کردند که یک کشتی در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. این خبر به نقل از گروه عملیات های تجاری دریایی به عنوان یک گروه نظامی متعلق به انگلیس اعلام شد و این گروه با انتشار بیانیه کوتاه در ارتباط با حمله به یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان گفت که بررسی ها درباره این حادثه آغاز شده است. آمریکا پس از ارسال تسلیحات پیشرفته از جمله تانک‌های تهاجمی به اوکراین، حالا در صدد از ساب‌های جنگنده‌ها را به جنگ اوکراین باز کند. نشریه پولیتیکو گزارش داد که ژنرال ارشد آمریکایی در اروپا به قانون‌گذاران ایالات متحده گفت ارسال تجهیزات غربی پیشرفته به اوکراین از جمله جنگنده‌های F-16، پهپادها و موشک‌های دوربرد می‌تواند به کیف کمک کند تا در آسمان‌ها حکمرانی کرده و دفاع خود علیه روسیه را تقویت کند. به گفته 5 منبع آگاه، کریستوفر کولی فرمانده مرکز فرماندهی آمریکا در اروپا صبح جمعه در جلسه‌ای که با حضور بیش از 10 سناتور و اعضای مجلس نمایندگان پشت درهای بسته برگزار شد، به سوالی مبنی بر اینکه آیا جنگنده‌های F-16 به اوکراین برای پیروزی علیه روسیه کمک می‌کند، پاسخ مثبت داد. کولی گفته است که اوکراین به موشک‌های دوربرد نیاز دارد تا به نیروهایش اجازه هدف قرار دادن مواضع روسیه از راه دور را بدهد. وی در کنفرانس امنیتی مونیخ به قانون‌گذاران آمریکایی گفت که واشنگتن و متحدانش باید پیشرفته‌ترین تسلیحات را به اوکراین ارسال نمایند. این شامل جنگنده‌ها، پهپادها و موشک‌های با برد بیش از 100 کیلومتر است. و همین تسلیحات کیف را در موقعیت بهتری برای عقب راندن نیروهای روسی قرار می‌دهد. این ژنرال آمریکایی همچنین معتقد است که اوکراین به تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نیاز دارد تا این جنگ سخت را پیش ببرد. فرمانده مرکز فرماندهی آمریکا در اروپا اضافه کرد که غرب باید کیف را به منظور دستیابی بیشتر به مواضع روسیه در مرز اوکراین تشخیص داند. اصطلاحات این ژنرال آمریکایی در حالی مطرح شده که گفتگو در منطقه ترانس آتلانتیک برای ارائه جنگنده‌های پیشرفته به اوکراین شدت یافته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از مدت‌ها پیش جنگنده درخواست کرده و باور دارد که خلبان‌های اوکراینی مهارت کافی برای آموزش هواپیماهای ساخت غرب و کنترل آسمان را با وجود سامانه‌های دفاع هوایی روسیه دارند.
یک عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و پزشک پیشینه کاخ سفید در واکنش به گزارش مربوط به سلامت جو بایدن گفت که همه آمریکا شاهد افول سلامت روانی رئیس جمهوری هستند و کاخ سفید باید دست از کتمان حقیقت بردارد. به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، رانی درکسون نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی گفت که آمریکایی‌ها شاهد هستند که سلامت روانی جو بایدن به طور کامل رو به افول است. نماینده ایالت تگزاس و پزشک پیشین کاخ سفید پس از آنکه اوایل هفته جاری پزشک کنونی کاخ سفید ادعا کرد که رئیس جمهوری در سلامت کامل به سر می‌برد، خواستار پایان سرپوش گذاشتن بر وضعیت سلامت بایدن شد. جکسون در گفتگو با فاکس نیوز گفت: اکثریت آمریکایی‌ها می‌توانند ببینند که سلامت روان بایدن رو به افول است، اما کاخ سفید بر این امر سرپوش می‌گذارد. وی سپس به گزارش کتبی کوینو کانر پزشک کاخ سفید اشاره کرد و گفت: این گزارش بیش از پیش نشان می‌دهد که دولت همچنان بر کتمان حقیقت مصمم است. جکسون همچنین در ادامه افزود: در گزارش کانر هیچ اشاره‌ای به وضعیت شناختی و وخامت روانی بایدن نشده است. جکسون پیش از این و در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ به عنوان پزشک کاخ سفید خدمت می‌کرد. به دلیل انتقاد از سلامت روانی بایدن در مبارزات انتخاباتی 2020 با انتقاداتی از سوی اوباما مواجه شد. گزارش وضعیت سلامت بایدن در حالی منتشر می‌شود که رئیس جمهوری در میانه گمانه زنی‌ها مرسل نامزدی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری 2024 با ابهاماتی در مورد سن و سال خود روبروست. وی هنوز به طور رسمی نامزدی خود را برای حضور دوباره در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکرده است. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مدیر کمیسیون مرکزی امور خارجه چین درباره عواقب هر گونه حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین و کمک پکن به مسکو برای دور زدن تحریم‌ها به وانگ هشدار داد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، بامداد یک شنبه با وانگی، مدیر کمیسیون مرکزی امور خارجه حزب کمونیست چین، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای درباره این دیدار مدعی شد که بلینکن نسبت به عواقب هر گونه حمایت چین از روسیه در جنگ اوکراین و کمک پکن به مسکو برای دور زدن تحریم‌ها به وانگ هشدار داده است. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک در این بیانیه آمده است: بلینکن همچنین بر اهمیت حفظ گفتگوهای دیپلماتیک و باز نگاه داشتن خطوط ارتباطی بین چین و آمریکا در هر زمانی تاکید کرده است. بر این اساس وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتگو با دیپلمات ارشد چینی تاکید کرد که واشنگتن به دنبال درگیری با پکن نیست و قصد ندارد جنگ سرد جدیدی را شروع کند. وانگ پیش از این نیسته سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ با تاکید بر اینکه جنگ اوکراین نباید ادامه پیدا کند گفت که اقدام آمریکا در سرنگون کردن بالون چینی هیجانی و مضحک بود. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.